بسم الله الرحمن الرحیم. بینندگان شبکه جهانی امام حسین علیه السلام، سلام علیکم، وقت شما به خیر. امیدوارم روز دوشنبه رو به خوبی آغاز کرده باشید. الحمدلله رب العالمین، امروز هم توفیق این رو داریم که به صورت زنده و مستقیم از استدیوی بین الحرمین شبکه جهانی امام حسین علیه السلام در شهر مقدس کربلا و همجواری با حرم مطهر آقا سید الشهدا سلام الله علیه با برنامه سلام کربلا در خدمت شما بزرگواران باشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها عدد ما أحاط به علمك. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من أنصاره وأعوانه. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله، وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله، وغيبة ولينا، وكثرة عدونا، وقلة عددنا، وشدة الفتن بنا، وتظاهر الزمان علينا. فصل على محمد وآله، وأعنا على ذلك بفتح منك تعجله، وبضر تكشفه، ونصر تعزه، وسلطان حق تظهره، برحمتك يا أرحم الراحمين. عزيزان بيننده، امیدوارم هر جا هستید صحیح و سالم باشید، روزگار به خوبی بگذرونید ان شاء الله. همانندی که از اول تا به الان زیر سایه آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف، ولی نعمت همه مخلوقات هستید و هستیم ان شاء الله تا آخر باشیم، از افرادی باشیم که مطیع امر مولامون باشیم، مطیع فرمان خدای تبارک و تعالی و آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف باشیم، و ان شاء الله از افرادی باشیم که همیشه برای فرج مولامون توفیق دعا کردن داشته باشیم و قلبا و واقعا بخواهیم فرج مولامون رو، به همدیگه رحم بکنیم، در حق همدیگه انصاف داشته باشیم، به همدیگه یاری و کمک بکنیم، مبلغ دین باشیم. همه اینها اعمالیه که حضرت حجت ابن الحسن عجل الله تعالی فرجه الشریف اینها رو دوست داره، اینکه بتونیم بنده خوبی برای خدای تبارک و تعالی و شیعه حقیقی مولامون آقا امیر المؤمنین، فرزندان بزرگوارشون، ذوات مقدسه اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین باشیم،
واقعا کار ساده و مشکلیه. سادش از این بابه که ایمان و اعتقاد کامل داشته باشیم، و اما مشکلش هم توی اینجا هستش که مواظب باشیم با شنیدن هر صدایی پیرو اون صدا نباشیم، با شنیدن هر کلامی پیرو اون کلام نباشیم، مگر اینکه کلام حق باشه، کلامی باشه که از قرآن، از زبان خدا، از زبان ائمه اطهار پیامبر اکرم برآمده باشه، و ان شاء الله پیروی بکنیم و اون چه رو که خدا و پیامبر و ائمه اطهار دوست دارن عمل بکنیم. اگر فقط و فقط بخواهیم به خود قرآن تنها تکیه بکنیم، با این که اشتباهه، چون قرآن تنها رو ماها نمیتونیم به راحتی تفسیر بکنیم، مگر این که پیرو ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین باشیم، بزرگوارانی که مفسرین حقیقی قرآن هستند. در برنامه های گذشته عرض کردم اگر اجازه میدادن کار و مسیر درست به پیش بره، همچنانی که خدای تبارک و تعالی دستور داده بود، همچنانی که پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله بارها و بارها گوش زد کردن، فرمودن و در نهایت اعلام عمومی که چندین بار کرده بودن، اعلام عام انجام شد در منطقه غدیر خم، ولی بودن افرادی که بیعت کردن و بعد از اون از پشت خنجر به دین مبین اسلام زدن، خنجر به اون آقایی زدن که دست در دست او گذاشتن و تبریک گفتن، بعد القاب او را دزدیدن، فضیلت‌هایی که در حق این آقا وارد شده بود همه رو انکار کردن، بالعین می دیدن. در زمان حیات پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله مراجعه می کردن، گله می کردن که ما این چنین دیدیم، اون چنان دیدیم. وقتی که با جواب پیامبر اکرم صلوات الله علیه روبرو می شدن که بله این خواست خداست، این وعده خداست، او بهترین مردمان در نزد خدا، من هم شیعه او هستم، من هم به همانندی که خدا او را دوست داره دوستش دارم، تازه بغض و کینه خود پیامبر رو هم توی قلبهای مریضشون قرار می دادند و روز به روز افزون می کردند. مفسرین حقیقی قرآن، بزرگوارانی که هم شأن نزول و هم علت پدید اومدنش رو تماماً دونه به دونه می تونستن به ما برسونن، ولی متاسفانه نامرد مردمانی بودن که باعث سد این راه شدن، و به طب یک عده غرضدار پیرو اونها هستند و همچنان هم دارن بر این راه باطل خودشون اصرار میکنن. بیایید همانندی که اونها بر راه باطل خودشون اصرار میکنن، ما که اعتقاد داریم، ایمان داریم به راهمون، به راه حق و حقیقت، به راه رستگاری، ما چرا اصرار نکنیم؟ ما چرا دست در دست هم ندهیم و واقعاً از دینمون، از مذهبمون چرا دفاع نکنیم؟ چرا خودمون بلندگوی مذهبمون نباشیم؟ که قطعاً برای این راه خودمون اول
باید خود ساخته باشیم، خودمون رو بسازیم، مواظب اعمال و رفتار و کردارمون باشیم. این نباشه که من اسم خودم رو شیعه و پیرو بگذارم ولی متاسفانه کاری به کار برادر مسلمان یا خواهر مسلمانم نداشته باشم، بیخیال باشم نسبت به اتفاقاتی که در همسایگی من داره رخ میده. حالا خانه خودم رو خیلی هنر بکنم، جمع بکنم، باید مواظب همسایه‌م هم باشم، باید مواظب کوچه و خیابان و بازار و شهر و کشور خودم باشم در حد مقدوراتم. وقتی که تک تک ما مسئولیت پذیر باشیم، معرفی بکنیم ذوات مقدسه اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین رو، ان شاء الله همه مردم، همه حقیقت جوها، همه اون افرادی که دوست دارن رستگار بشن، زندگی ابدی داشته باشن، اونها هم پیروی خواهند کرد. کافیه همینطوری که آقا علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحیت و الثنا فرمودن که شما محاسن کلام ما رو برسونید به مردم. اینقدر کلام ما خودش نافذ هست که حقیقت جو و فردی که دوست داره رستگار بشه پیروی میکنه. حالا ما میخوایم اون کلام رو برسونیم، اگر خدای ناکرده خود ما برعکس اون کلام عمل بکنیم، آیا کسی این رو از ما میپذیره؟ آیا منی که میخوام به کل عزیزان عرض بکنم آقا جان دروغگویی حرامه، خودم دروغ بگم کسی این رو از من میپذیره؟ من بگم آقا جان رحم و انصاف نسبت به هم دیگه داشته باشیم، ولی خودم قلبم و وجودم تا تهی از رحم و انصاف باشه، آیا کسی این رو میپذیره؟ بیایید من این یک جریان خیلی کوتاه رو که شاید باز هم گفته باشم عرض بکنم، ان شاء الله همین مورد رو بهش توسل پیدا بکنیم، ان شاء الله زندگیمون رو روی این پایه ها بچینیم و ان شاء الله جزء رستگاران باشیم. مادری فرزندش بیمار بود، مراجعه کرد به پیامبر اکرم همراه با فرزندش، یا رسول الله فرزند من بیماره، خرما خیلی دوست داره، شما او رو از خوردن خرما نهی بکنید. پیامبر اکرم فرمودن برو 3 روز دیگه بیا. رفت، 3 روز بعدش اومد پیامبر به اون فرزند اون خانم فرمود که عزیزم خرما برای سلامتیت بده و مصرف نکن. او هم گوش کرد و تموم شد رفت. چند روز بعدش اون مادر خدمت پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله رسید، یا رسول الله این کار رو همون روز اول نمیتونستید بکنید؟ پیامبر فرمودن خودم در اون روز خرما خورده بودم، من که خودم این کار رو انجام داده بودم به چه صورت میتونستم یه کسی دیگه رو از یه کاری که براش خوب نیست نهی بکنم؟ پس بیاییم اول خودمون رو اصلاح بکنیم، تمام لحظه به لحظه زندگانی پیامبر اکرم ائمه اطهار بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیهم اجمعین، اینها برای ما راه و روش زندگانی درست و راه و روش عبودیت درست در خانه خداست. از ریزترینش که بگیریم و برای خودمون سرمشق درست بکنیم، قطعاً ما همیشه عرض کردم نمیتونیم خودمون با پیامبر اکرم و فرزندان بزرگوارشون علیهم السلام مقایسه بکنیم، ولی میتونیم
جزء اون کمترین اصحابشون باشیم، جزء اون افرادی باشیم که انشاءالله از یاران واقعی امام زمان هستند و خواهند بود. امیدوارم خیلی کوتاه صحبت کرده باشم و دلهاتون آماده شده باشه. خدمت اربابمون آقا سید الشهدا سلام الله علیه عرض سلام داشته باشیم. بعد از اون شماره تماس باز بشه و صدای شما رو به کربلای معلا برسونیم. آماده اید؟ هر که دارد هوس کربلا، بسم الله. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى أم المؤمنين، السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، السلام عليك يا مولاي يا أبا الفضل العباس ابن أمير المؤمنين، السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين والحسن والحسين صلوات الله عليهم، السلام عليك وعلى أمك أم البنين وأختك الحوراء زينب وعزيزة الحسين رقية، يا كاشف الكرب عن وجه الحسين اكشف كروبنا بحق أخيك الحسين، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. اللهم ارزقنا حرم آرزوم کربلا کربلا برم، آرزوی کربلا برم. نکنه میخوای بگی که برات موکد میشم، نکنه میخوای بگی از زیارت هاتون قبول باشه و امیدوارم هر چه زودتر خودتون مشرف بشید کربلا و از نزدیک زائر آقا سید الشهدا باشید. شماره تماس برنامه باز شده، عزیزی هم پشت خط هستن، 2-0-964-771-616-71-20 در اختیار شما و همه اون عزیزانی که شما این شماره و راه‌های دیدن شبکه امام حسین علیه السلام رو بهشون هدیه میدید. انشاءالله از جای جای این کره خاکی تماس میگیرن با هر لهجه و هر زبان و هر رنگ پوستی که دارن، با هر گویشی که دارن، خدمت آقا سید الشهدا سلام الله علیه عرض سلام و عرض حاجت پیدا میکنن. قطعاً از این که شما این خیر رو بهشون معرفی کردید، دعاگوی شما هم خواهند بود.
ما هم هر اونچه که توفیق زیارت پیدا کردیم تا این لحظه داغو و نائب و زیاره همگان بودیم. سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم. هلو. سلام علیکم خواهرم. سلام علیکم آقای میرخلف‌زاده عزیز، وقت شما بخیر، خسته نباشید. وقت شما بخیر، ممنونم خواهرم. به کربلا خوش اومدید عزیز. من نظر کرده بودم پسرم با خانمش بیاد ایران از کشور آلمان، نظر شبکه رو میدم، الان پسرم میخواد با آقا سلام بده. دست شما درد نکنه، خدا از بزرگی کمتون نکنه. خواهش میکنم. دست شما درد نکنه. اللهم عجل لولی کل فرج. اللهم عجل لولی کل فرج. لبیک یا حسین. پسرم میخواد با آقا سلام بده. شما دعا کنین که انشاءالله بیاییم کربلا. آقای میرخلف. الهی آمین. انشاءالله حاجت روا باشی. خواهش میکنم خواهرم. سلام علیکم، خسته نباشین. علیکم السلام و رحمت الله، وقت شما بخیر. زنده باشین. به کربلا خوش اومدید برادرم. زنده باشین، زنده باشین. من به آقای سلامی عرض کنم، پس با هم دیگه هستیم. خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار. بلا جعل الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. عجتون با آقا امام زمان قبول باشه انشاءالله. انشاءالله آقا امام زمان حافظ شما و همه جوانان و خانواده ها باشه. ما انشاءالله عازم مشهد رضا هستیم، دعاوی شما هستیم اونجا. ممنونیم، لطف میکنید انشاءالله. هم ما و هم بینندگان شبکه را از دعای خیرتون فراموش نکنید. ممنونیم از تماستون. یا علی مدد و خدا نگهدارتون. خوشا به سعادتتون. الحمدلله رب العالمین. خدا رو شکر. باور کنید وقتی که مشرف میشم حرم آقا ابوالفضل العباس، حرم آقا سید الشهدا، همین سلام هایی که قبل از شروع برنامه خدمت آقا امام حسین آقا ابوالفضل العباس عرض میکنم، پاراگراف های از اوائل و انتهای سلام های همین حضرات هست. مواقعی که زیارتنامه رو میخونم یاد تمام پیامک های شما، التماس دعاگوهای شما میفتم و عرض میکنم یا ابوالفضل العباس، این عزیزان ما را امین خودشون میدونن، با ما درد دلهاشون رو میکنن. اون عزیزی که میگه من دخترم دم بخت، اون عزیز دیگری که میگه من فرزندم یه مقدار کاهلی پیدا کرده، شما عنایتی بکنید باز دوباره به راه بیاد کامل، و و تمام اون مواردی رو که برای ما می نویسید توی واتساپ یا توی پیامک، خدا می دونه دونه دونش مد نظر میاد و خدمت آقا ابوالفضل العباس آقا سید الشهدا عرضه می کنیم. امیدواریم که همه تون حاجت روا باشید. دعای فرجی که در انتهای برنامه می خونیم در ابتدای زیارتمون خدمت آقا سید الشهدا به نیابت از شما می خونیم و عرض میکنیم آقا جان این عزیزان دوست داشتن خودشون اینجا باشن زیر قبه نورانی شما دعای فرج بخونن، تقاضای حاجاتشون رو بکنن، ولی وکالت دادن. ما داریم انجام وظیفه میکنیم، شما خودتون به بهترین وجه قبول کنید. انشاءالله همگی حاجت روا باشید. تماس بعد رو دریافت بکنیم. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام. سلام بر شما. به کربلا خواهرم خوش اومدید. بفرمایید زیارت کنید آقای امام حسین علیه السلام را. خیلی ممنون، لطف دارید، تشکر شما. انشالله کمی شب با خانواده با شبکه امام حسین همش میسلیم و
معین باشین انشاءالله با خانواده همیشه سالم باشین. التماس دعا میگم حتما این شبکه امام حسین انشاءالله میدونم که برای من دعا مونین. من خیلی خوشحال هستم از این بابت. واقعا تشکر از همه شما. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليكم مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار فلا أجعل الله آخرا أحد مني بزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم يا فاطمة زهراء يا بنت محمد يا رسول الله يا أبا عبد الله. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا أبو الفضل عباس يا أمير المؤمنين. السلام عليكم يا قمر بن ياشيم. السلام عليكم أختك الحوراء زينب. السلام عليكم عزيزة الحسين رقية. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا آقا امام زمان اجل الله تعالی فرج الشریف قربونت برم مهدی زهرا. خدایا ظهور مهدی رو برسان. خدایا ظهور آقا امام زمان رو برسان. خدایا زهر مهدی جان رو برسن. امی جمعه زهر مهدی جان رو زهر امام زمانی من باشه. السلام علیکم یا ابا عبدالله حسین. بنی آبادی مادرم، بنی آبادی پدرم، بنی آبادی مادر شوهرم، بنی آبادی همه ای گذشتگان، بنی آبادی شوهرم، بنی آبادی بچه هم، بنی آبادی داداشم، بنی آبادی خانوادم. انشالله که مشکل گرفتاری همه ای شیعه امیر المومنین رو بطرف کنی از مرد نایش. خدای جوانای امر خوشبخت کنی بچه های از مرد نایش. اللهم عجل ولیک الفرج. اللهم عجل ولیک الفرج. قبول باشه زیارتتون خواهر بزرگوارم. انشالله حاجت روا باشید و هر چه زودتر همراه با خانواده مشرف بشید کربلا. ان شاء الله این سال آخرین سال غیبت آقامون و رهبرمون حضرت حجت ابن الحسن عجل الله تعالی فرجه الشریف باشه و همگی ان شاء الله درک بکنیم ایام ظهورشون رو، که قطعا با ظهور این بزرگوار هممون همه با همه استفاده میکنیم ان شاء الله. تماس بعد رو دریافت بکنیم. سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم. خسته نباشید. ممنونم، متشکر خواهر بزرگوارم. بفرمایید زیارت کنید آقای امام حسین علیه السلام را. چشم. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک ابن رسول الله، السلام علیک یا امیر المؤمنین، یا فاطمه الزهرا سیدت النساء العالم، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب، السلام علیک یا ابا الفضل العباس یا قمر بنی هاشم، السلام علیک یا زینب کبری، السلام علیک یا حضرت رقیه، السلام علیک صاحب الزمان. اللهم عجل لوليك الفرج. قبول باشه زیارتتون. سلامت باشی. خیلی ممنون از شما. خواهش میکنم. ما هم از شما تشکر میکنیم که کوتاه سلام دادید. انشاءالله برای بقیه عزیزان هم این امکان پیش بیاد همگی بتونن سلام بدن. تماس بعد رو دریافت بکنیم. سلام علیکم و رحمت الله. سلام آقای میرفرزاده عزیز، اعیاد در شما مبارک. و همچنین ممنونم، اعیاد شما هم مبارک باشه. بفرمایید زیارت کنید آقای امام حسین علیه السلام. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین، السلام علیک یا ابا الفضل عباس یا قمر بنی هاشم. آقای میرفرزاده عزیز، جمعه آقای امام حسین علیه السلام در شما مطابق اللهم عجل لولیک الفرج. من عذرخواهی میکنم صدای شما رو کامل نداشتیم. انشاءالله حاجت روا باشید. حقیقتا متوجه نشدم مطلبی که فرمودید رو. حالا انشاءالله برای ما اگر بنویسید ممنون دارتون میشیم. دعاگو و نایب زیارتون هستیم. یا علی مدد و خدا نگهدارتون. شما عزیزان بعضیتون درخواست کردید که بنده کمتر صحبت بکنم. حقیقتا دلم میخواد کمتر صحبت بکنم، ولی خب یک وظیفه‌ای داریم و فرمودن اگر کسی چیزی رو بلده و انتقال نده گناه داره و
مذمومه، یعنی عالم بلا عمل. من که عالم نیستم، ولی به هر حال به اندازه همون علمی که دارم وظیفمه به قول معروف عنوان بکنم، بگم در حد معلوماتمون. شما بزرگوارانی که مشتریان به قول معروف و بینندگان دائمی شبکه امام حسین علیه السلام هستید، خیلیاتون اصلا دیگه شماره تماس برنامه رو حفظید، مستقیم میگیرید و سلام میدید خدمت آقا سید و شهدا، ولی بعضن جدیدن که به این برنامه میپیوندن هدف این برنامه رو باید بدونن. علاوه بر این که امکان ارتباط و این برنامه پل ارتباطی باشه بین اون عزیز و کربلای معلا و صحبت کردن با آقای امام حسین و سلام دادن خدمت این امام بزرگوار، اون چرا که بلدیم در حد چند دقیقه تقدیم میکنیم و زکات اون چرا که بلدیم نشر دادن اونه. خود شما هم به همین صورت هر اون چرا که بلدید انشاءالله به دیگران انتقال بدید، هم ثواب گیرتون میاد، هم برای خودتون تکرار میشه. و زبونم لال، اگر مثل من در بعضی از این موارد خودم کوتاهی میکنم، وقتی تکرار میکنم یادم میاد که ای بابا تو الان داری به مردم سفارش میکنی این کار رو بکنی، این کار رو بکن، خودت داری کوتاهی میکنی. لذا همت میکنم و باز دوباره اون اعمال رو انجام میدم. باز هم عذرخواهی میکنم. تماس بعد رو دریافت میکنید. سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم آجی آقا. علیکم السلام، به کربلا خوش اومدید خواهرم. بفرمایید زیارت کنید آقای امام حسین علیه السلام را. بسم الله الرحمن الرحیم. الله بسم الله السلام علیک یا عبدالله، السلام علیک ابن رسول الله، السلام علیک یا امیر المؤمنین و سید الوسطین، السلام علیک یا فاطمه الزهرا سلام الله علیها، السلام علیکم قمر مای بنی هاشم و الفضل عباس، السلام علیکم یا بی بی زینب، یا زینب کبرا سلام علیکم السلام علیکم آقا امام زمان، یا امام آقا جان تو بودن خدا سلامتی کامل پیدا بکنید و به شکرانه این سلامتی توفیق زیارت حرم مطهر آقا سید و شهدا از نزدیک نصیب و قسمت شما و همه عزیزان بیننده بشه. ممنونیم از تماستون خواهر بزرگوارم. یا علی مدد و خدا نگهدار. آخرین تماس رو هم دریافت بکنیم. سلام علیکم و رحمت الله. سلام آجی آقا. علیکم السلام خواهرم، شما آخرین تماس هستید که وصل میشه. بفرمایید زیارت کنید آقای امام حسین علیه السلام را. انشاءالله. اللهم صل علی محمد و عجل ولیک الفرج. السلام علیکم یا حسین، السلام علی الحسین، السلام علی اولاد الحسین، السلام علی اصحاب الحسین. حسین جان، حسین، السلام علیکم یا حب الفضل حباز، السلام علیکم یا زینب کبرا، السلام علیکم یا صاحب الزمان، شریک القرآن. اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. دعا دارم، رحمان دعا
زیارت نائب من باشه. انشاءالله دعاگو و نائب و زیارتون هستیم. من تشکر از برنامه شما، خیلی دلم با امام حسین میخواستیم خواهش میکنم. خدا حسین جان، اللهم صل علی محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. انتهای برنامه و فرصت خیلی کم، سریعا انشاءالله با هم دعای فرج آقا امام زمان رو زمزمه بکنیم که با فرج این مولا برای هممون فرج حاصل میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. الهی عظم البلاء و برح الخفاء و انکشف الغطاء و ضاقت الارض و منعت السماء و انقطع الرجاء و ضاقت الارض و منعت السماء و انت المستعان و الیک المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي، يا علي يا محمد، اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا يا صاحب الزمان، الغوث الغوث الغوث، أدركني أدركني أدركني، الساعة الساعة الساعة، العجل العجل العجل، يا أرحم الراحمين به حق محمد و آله الطاهرین. امیدوارم این سلام هایی که از طریق تصاویر و تماس به کربلا دادید هرچه زودتر خودتون بتونید مشرف بشید کربلا همراه با خانواده هاتون صحیح و سالم در حرم آقا سید و شهدا سلام الله علیه بتونید عرض ادب بکنید، عرض حاجت داشته باشید. دعاگوی همه عزیزان الان هستید، اون موقع هم باشید. ما هم به شما قول میدیم که انشاءالله به شرط حیات هر اون چه که توفیق زیارت پیدا کردیم همه جا دعاگو و نائب زیاره شما باشیم. امیدواریم زنده باشید و باشیم تا یه برنامه دیگه از برنامه های سلام کربلا. یا علی. تو پاکه شکر خدا که تو هیئت تو سینه زد، شدم اگه گداتم از نوکراتم از کرم امام حسن، شدم غم تو موندم آخرش مردم با پیرنه سیاه کفن، شدم غم تو موندم آخرش مردم با پیرنه سیاه کفن شدم. یا حسین کرب و بلا، یا حسین کرب و بلا، باز ببین اومدم با یه چشمان خیز جز به گریه کنان آقا